جناب اعتمادی، با درود به شما و بینندگان محترم و سپاس از اینکه لطف کردید و منو دعوت کردید. اختیار داریم. من همطور مرتب شما رو دنبال میکنم، تا یه مقاله ازتون میبینم میام سراغتون که برنامه مهمان ما باشید و درباره مطالبی که منتشر میکنید باهاتون گفتگو کنیم، چون کارهای شما با ارزش، کارهای پژوهشی تحقیقی ریشه های علمی داره، بنابراین مطمئنم برای بینندگان ما هم مفید و موثره. میبخشید من در مقدمه طولانی نکاتی رو اشاره کردم که خب شما هم شنیدید دیگه، اجازه میدید ازتون بپرسم؟ یکی از دوستان گفت کارهای مهمتری داریم. حالا چرا شما آقای دستمالچی پرداختن به نقد این موزه اخیر آقای کروبی؟ واقعا این کار به نظر شما مهم نبود و این دوستان حق دارن که چنین قضاوتی بکنن؟ اینکه حق دارن یا ندارن من نمیتونم قضاوت بکنم، برای اینکه هر کس جمله خودش درست در حق قضاوت که حق صحبت و نظر دارن، ولی میخواستم بگم که نه، آیا این نظر درسته به نظر شما؟ ببینید، من باید ابتدا ببینم که مثلا در روزهای آینده، هفته آینده، این فردی که شما صحبت میکنید در مورد چه تمی صحبت میکنه، بعد اون وقت میتونم از نگاه خودم نظرم رو بگم، تشخیص بدم که این واقعا مهمه و یا اون مسئله یک بهانه بوده برای اینکه در بحثای اساسی که مربوط به ساختار حکومت هست شرکت نکنیم. ولی خب اینطوری بیان شده. شما مطالب مهمی رو مطرح کردید در رابطه با روحیه ایرانیا که معمولا یه طوری حرف میزنن که نه سیخ بسوزه نه کباب و همه هم راضی باشن و وجیه المله باشن. این روحیه برمیگرده شاید به مسئله تاریخ ایران و مشکلی رو که ایرانیان همواره داشتن، یا اعراب بهش حمله میکردن یا مغولها و یا قبایل ترک زبان و غیره، و موقعی هم که حمله میکردن همه رو قتل عام میکردن و غیره، و اینها یه طوری یاد گرفتن که اظهار نظر صریح نکنن. یک بخشیش هم برمیگرده به فرهنگ رایج شیعه که از جمله ویژگی های اخلاقیش تقیه کردنه. تقیه کردن یعنی اینکه شما نظر واقعی تو نگی، پنهان بکنی، حالا با هر انگیزه‌ای که بوده ابتدا، ولی الان جزء بخشی از فرهنگ شده و خب تقیه میکنن. در حالتی که این صحبت شما درسته که اگر که ما به بحث نشینیم امکان هر تکرار هر چیز دیگری هست. میدونید، ببینید، موقعی که خمینی شد خمینی، خب آیت الله خمینی، روح الله خمینی که نظراتش و توزیع المسائلش رو و یا کتاب ولایت فقیش رو که قبلا که نوشته بود که اگر خونده شده بود، اگر بحث شده بود، اون موقع به این سادگی به دنبال این حرکت ارتجایی نمی افتادن خیلی ها. این صحبت رو من بسیار بسیار شنیدم که میگویند ما به این دلیل به دنبال خمینی رفتیم که در پاریس که اومد حرفای خوب میزد، مثلا میگفت حجاب اصلا اجباری نیست، کمونیستا هم میتوانند به مجلس بیایند، همه آزادن و غیره، یعنی میگفت. من فقط پرسشم از کسانی که چنین استدلال میکنند این است که خمینی در اون زمان نمیدونم 70 سالش بود و یه گذشته مبارزات سیاسی ارتجایی 50 ساله داشت که 15 خرداد 1342 قیام علیه حقوق زنان و یا تقسیم زمین میان کشاورزان، چون مربوط میشد به بخشی از زمینهای موقوفه به حوزه و اینا نمیخواستن این زمینها رو از دست بدن، همون مناسبات ارباب و رعیتی گذشته رو میخواستن. ببینید، توزیع المسائلش بود با افکاری بسیار پوسیده و ارتجایی در تمام زمینه ها. ولایت فقیش بود که
فلسفه سیاسی آیت الله خمینی بود که بعداً بعد از انقلاب عین اونو در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیاده کردن. و این صحبتی رو که من با جناب مهدی کروبی تو اون مقاله نظمی که کروبی میخواهد کردن، بررسی ساختار این حکومته که چگونه از یک ملت سلب حق حاکمیت میکنه، میدونید، و بدترین، یکی از بدترین و ارتجاعی ترین نظم های تامگرا رو برقرار میکنه. و بعد آقای کروبی میگوید که ما اصول این نظم و اصول و اساس این حکومت رو حفظ بکنیم و بعد نواقصش رو برطرف کنیم. خب شما به من بگید که مگر اون دیگران اصولگرایان همین حرف رو نمیزنن؟ اونا هم اصلش رو میخوان نواقصش رو برطرف کنن، ولی نواقص آنچنان هست که امکان اصلاح نیست. من بعداً، شما حتما خواهید پرسید و من خواهم گفت که چرا این نظم امکان نداره. و این مسئله که شما میگید، فکر نکردن و اندیشه نکردن، در مورد خمینی اینطوری بود، در مورد شریعتی، علی شریعتی رو ازش چیزی ساختن، یک آدمی با افکار ارتجاعی، یک حکومت امت امامتی که در رأسش یک امام وایساده و مردم امت میبایستی یک فکر، یک اندیشه، یک فرهنگ، یک زبان، همه چیزشون یکی باشه. بابا رفیق استالین هم اینطوری نمیخواست. این جورج اولبر در کتاب 1984ش اون جامعه رو که توصیف میکنن اینطوری نبوده، میدونید. خب مجموعه اینها دست به دست هم دادن در اون زمان که فکر نکرده. من این، شما نقل قول از آقای کریم سنجابی آوردید، من در اون زمان یادمه، به روزنامه های اون زمان رجوع بکنید، بسیاری از این آقایان از جمله آقای کریم سنجابی میگفت من ولایت وقیه رو نمیدونم چیه، ولی خوبه برید دموکراتیک رأی بدید. و دیگران هم همینطور، جمهوری اسلامی رو نمیدونم دموکراتیکه. اصلا یک صحبت هایی که امروز موقع که بررسی میکنید، خب جای بسیار بسیار تأسف. یعنی اگر که اون زمان نیروهای سیاسی، روشنفکران، الیت جامعه خودشو مشغول اون افکار و اندیشه ها کرده بود، نقد کرده بود و غیره، حداقل بنیادگرایان اسلامی در ایران به این راحتی نمیتوانستن سر قدرت بیاین و همه چیزو برگردونن به مناسبات 1400 سال پیش. توجه میکنید؟ به همین دلیل من یکی از وظایف خودم میدونم، ببینید، من نه عضو سازمانی هستم، نه گروه و نه حزبی، من تعهدم به ملت ایران و تعهدم به این کشوره. توجه میکنید؟ به همین دلیل بدون توجه به این که یک نوشته‌ای، یک افکاری، اندیشه‌ای مربوط به چه کسی هست، من اون قانون اساسی رو که منتسب می کردن به آقای شجریان همچنان نقد کردم که چرا سخنانیست بی مورد. مانند همین گفته های آقای کروبی رو که این نظمی که شما می خواهید حفظش بکنید در اساس پوسیده است، ارتجاعیه و شما حرف جدیدی نمی زنید. 11 سال پیش هم گفتید اجرای بی تنازل قانون اساسی، یعنی همین حرفی رو که الان دارید میزنید. و الان در حدود 25 ساله که نیروهای گوناگون در جامعه ایران، بخش اونایی که اصلاح طلبانی که حکومت دینی میخواهند، یعنی همین قانون اساسی رو میخواهند، همین مناسبات رو میخواهند، اینها تلاش کردن که این نواقص رو برطرف کنن و نشده. برای اینکه اگر امکان چنین چیزی بود، شما مطمئن باشید که اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی که گورباچوف اومد اصلاحات کوچکی بکند و نواقص رو برطرف کند، فرو نمی پاشید.
یعنی وارد اصلاحاتی شدم، اینکه یه ذره شل کردن که میبایستی همه چیز رو از پایین تا بالا به خصوص ساختار سیاسی رو عوض میکردم و کردم و همه چیز از هم پاشید و اصرار بی خود و بی جا به نظر من بر سر این ساختار حکومت میتواند تمامیت ارضی ایران و وحدت ملی ایران رو به خطر بیاندازه. بله آقای دستپاچی، من پیش از این که در رابطه با مقاله اخیرتون سوالایی رو در رابطه باتون تر بکنم، اما یه نکته رو برخی از طرفداران آقای کروبی و حتی کسانی که طرفدار ایشون نیستن ولی دنبال راه حل میگردن در ایران، میگویند که خب او در سال 88 نسبت به نتایج انتخابات اعتراض کرد، مورد غضب رژیم قرار گرفت، در حصر خانگی به سر برد، در رابطه با اون دستگیری هایی که در اون تابستان شد و بسیاری از بازداشت شدگان رو به اون زندان بزرگ بردن و مورد تجاوز قرار دادن و از آزار و اذیت اعتراض کرده و حتی در رابطه با همونطور که صحبت های شما بود در رابطه با تغییراتی در قانون اساسی هم صحبت هایی کرده آقای کروبی. بنابراین با این ویژگی هایی که ایشون داره تفاوت های جدی با سایر رهبران حکومت یا کارگزاران حکومت اسلامی داره، در این رابطه شما چه توضیح دارید بدید؟ ببینید این یکی از مسائل بسیار و حساس و از نگاه من بسیار خطرناک هم هست. دلیل این هستش که ما میبایستی میان اندیشه ها و رفتار اجتماعی یا یک موزه سیاسی تفاوت بذاریم. این که من آدم پاک دستی هستم فرزن، این که شجاع هستم، این که با یک دیکتاتور و یا با یک اقدام و یا با یک جریان مخالفت میکنم، این دلیلی بر این نیست آنچه را که بیان میکنم پس درسته. شهادت من، شهید شدن من، زندان رفتن من و غیره هیچ کدوم دلیلی بر درستی اندیشه های من نیست در ایران در و در میان حتی روشنفکران و رهبران سیاسی. این اقدام این ادغام مرتبا انجام میگیره. شما نگاه بکنید به رهبران جمهوری اسلامی ایران، به خود آیت الله خمینی، به خلخالی، به رفسنجانی، اینا اینها با دیکتاتوری شاه مبارزه کردند ولی آیا آزادی خواه بودند؟ آیا مناسبات بهتری آوردند؟ نه، اونها با یک نوع دیکتاتوری مبارزه کردن. خب این یه فاکته. زندانم رفتن و برفرض شکنجه هم شدن. اما حکومتی رو که میخواستن همین ولایت فقیه واقعا موجوده. در نتیجه این که آقای کروبی در اون زمان مقاومت کرده بر سر تقلب، کار بسیار درستی کرده، زندان افتاده یا در حصر بوده، خب کار بسیار نادرستی کردن، حقوق شهروندی ایشون رو زیر پا گذاشتن. ما اونجایی که کار درستی کرده باید دفاع بکنیم. ما در اون زمان میبایستی حتی قبل از انقلاب اسلامی رو میگم از حقوق خلخالی هم، حقوق شهروندیش، حقوق سیاسیش دفاع میکردیم که بی خود اینو انداختن به خاطر اندیشاش تو زندان. اما بیشترین مبارزات رو با اندیشای اونا و خمینی و غیره باید میکردیم، نکردیم. و چون زندان افتاده بودن یه حاله مقدس رفته بود روشون. ما باید با این فرهنگ ببریم، یعنی تفاوت بذاریم میان زندان رفتن و مبارزه با یک نوع استبداد تا آزادی خواهی. اندیشه های خمینی، اندیشه های خلخالی، رفسنجانی و غیره و بسیار شریعتی هیچ ربطی نه به خردگرایی داشت، نه به آزادی و نه به دموکراسی و نه حقوق بشر. خمینی سال 1342 علیه حقوق زنان قیام کرد. به خاطر همین مماشاتی که شما ابتدا ازش صحبت کردید،
از سال 1342 به اینور شما به من یک سازمان سیاسی رو از شب تا راست نشون بدید که به خمینی نقد کرده باشه که آقا این حرفای ارتجایی چیست تو میزنی؟ این حرفای ارتجایی چیه تو میزنی؟ عکسش ازش به عنوان رهبر مبارزات مردمی و نمیدونم ضد دیکتاتوری و غیره نام بردن و بعدش هم شد ضد امپریالیست و ضد صهیونیست و غیره. میدونید؟ یعنی به جای پرداختن به اون اندیشه ها فقط یک موردش رو گرفتن که اونم ارتجایی بود. ما اگر میخواهیم از این چاله در نیاییم تو یک چاه دیگهی بیفتیم که یک بار افتادیم، ما میبایستی این برخورد اندیشه ها رو بدون توجه به هر مسئله دیگه انجام بدیم و تمایز بذاریم بین اندیشه های یک فرد و اینکه مثلا در یه زمینه دیگه مقاومت کرده، حتی شهید شده. حتی شهید شده. شهادت دلیلی بر صحت و درستی نظرات نیست، فقط دلیل بر این است که این فردی که چنین حرفایی رو میزنه از سر صداقت میزنه، چون میره بعدن رفته بعدن به خاطر این اندیشه ها حتی جانش هم گذاشته. خب این صداقت داره، ولی صداقت دلیل بر درستی اندیشه ها نیست. شما ببینید در همین جمهوری اسلامی، ببینید در همین این 42 سال گذشته چه چیزهایی انجام گرفته. مشکلی که وجود داره و به نظر من آقای کروبی با این صحبت آخرش دو مرتبه داره تکرار میکنه ولی به نوع دیگری، حفظ حکومت دینیه. هر حکومت دینی، فرقی هم نمیکنه کدوم حکومت دینی، هر حکومت دینی در نهایت یک نظم تامگراست که در اون نه شما از حقوق بشر اثری خواهید دید، نه حقوق شهروندی، نه آزادی، نه دموکراسی، نه حقوق زنان، نه حقوق کودکان. ببینید من برای شما همین این قانون اساسی رو، چون میدونستم صحبت بر سر اینه، همین یک اصلش رو فقط میخونم. البته بعداً شما پرسش کردید به اصول دیگه هم میپردازم، ولی این یه اصلش رو میخونم. این یعنی سلب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خیش و دادن حق حاکمیت به الله که طبق قانون اساسی داده شده به فقها و مجتهدا که از ما گویا برترن، بهترن. چرا؟ چون 6 کلاس سواد نرن ولی رفتن توی حوزه. شما نگاه بکنید این فقها و مجتهدان چه حرفای بیموردی میزنن. طرف میگه من 6 کلاس هم سواد نرم ولی در دانشگاه تدریس میکنم. خب کار بی خودی میکنی شما. آقای رئیسی، رئیس جمهورش که دستش تا آرش تو خون یک ملتی است، بعدم میگه من دکترا دارم، بهش میگن دکترا داله هیچی، شما دیپلمتو نشون بده که از کجا گرفتی، یا لیسانستو یا فوق لیسانستو، حالا دکتراتو ول کن. نمیتونه نشون بده برای که نرفتن. خب کشور رو دادن دست اینا، میگن آقا چون ماها جانشینان پس از امامان، پس از محمد هستیم، همه چی باید تو دست ما باشه. همین که ببینید کشور اینطوری کردن، همین شورای نگهبان تو همین هفته قانون تصویب کرده. شورای نگهبان کیان؟ 12 تا عضو داره، 6 تاش فقیه و مجتهده و 6 تاش هم حقوقدان مسلمانی که همشون هم رهبر مستقیم یا غیر مستقیم تعیین میکنه. قانون تصویب کردن که اموال حکومتگران قابل بررسی نیست، یعنی دزدی آزاد مال اونا، هیچ که نباید اجازه نداره. خب شما چطوری نواقص رو میخواییم برطرف بکنید؟ چطوری؟ حالا من این اصل 4 رو میخونم، حالا قانون اساسی رو برای شما. شما ببین اصلا چیزی برای کسی باقی میمونه؟ این قانون اساسی رو میخونم براتون اینجا.
در اینجا آمده است اصل چهارم، کلیه قوانین و مقررات، توجه بکنید، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبانه. ببینید، اولا هر نوع قانونگذاری ملت رو نفی میکنه، میگه باید در چارچوب احکام موازین شرع باشه، از قبل تعیین شده، توی قرآن همه رو نوشتن. اونایی هم که ننوشته شده فقها و مجتهدان تعیین میکنن. و بعدم تشخیص این قانونگذاری که در چارچوب احکام و موازین شرع هست یا نیست با فقهای شورای نگهبانه. فقهای شورای نگهبان رو کی تعیین میکنه؟ رهبر مذهبی نظام. خب این اگر سلب حق حاکمیت، چون حق حاکمیت اساسش قانونگذاریه، اساسش پارلمانه و در یک نظم دموکراتیک قانون مصوب مجلس منتخب مردم، نمایندگان مردم، مقدم است بر هر قانون و سنت دیگه. خب مال ما که عکسه، این که 100% عکسه. خب آقای کروبی، شما میگید اصل نظام رو حفظ کنیم، این اصل نظام، این یه اصلش، یعنی حق قانونگذاری که اساس حق حاکمیت یک ملت است، اساساً بنیادن قانونن رسماً شرعاً طبق قانون اساسی خط بطلان روشه. خب چرا اگر ما سر اینا صحبت نکنیم و اینا مسائل مهم نیست، چی مسئله مهمه؟ چی مسئله مهمه؟ این که حالا مثلا یکی از این آیت الله تو یه شهری بیاد یه حرف باز بی ربطی بزنه، اینه. میدونید فرار از واقعیتهایی که هست، واقعیتهایی که در برابر توهماتشون قرار داده میشه. میگه آقا شما میگید اینطوری، این فاکت حقیقیه، این فاکت حقوقیه، این نظم حقوقی نظامه، این نظم حقیقی نظامه، چی میگید؟ بازم حرفای بی رب که بله بایستی اینطوری کرد یا اونطوری کرد. خب چطوری کرد؟ شما مگه طرفدار حاکمیت ملی نیستید؟ حاکمیت ملی چگونه به وجود میآید؟ در دموکراسی ها حق حاکمیت ملی چگونه از نظر حقوقی شکل گرفته؟ حق پارلمان، مجلس، که در اون نمایندگان منتخب دموکراتیک و آزاد ملت قانونگذاری میکنند و قانون اونا بر فراز هر قانون و سنت دیگری است. خب شما که این اصل همه رو گذاشتید کنار و به این میگید که آقا این قانون اساسی رو اجرای بدون تنازلش کنیم، چطوری میخواین این حق حاکمیت رو برقرار کنیم؟ چگونه؟ هیچی، همینطوری حرفای توهمات پشت توهمات. بله. خب عرض کنم که تو مقالتون شما در قسمت‌های بعدی به چند فصل از اصول کلی قانون اساسی هم اشاره کردید که نشوندنده این استش که با این قانون و با این اصول در قانون اساسی تغییرات بنیادی در درون ساختار حکومت غیر ممکنه. نمونش هم برحال الان توضیح دادید. نکته دیگر این که در پاراگراف دوم مقالتون اشاره میکنید به این که احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعیه که یک نظام کلی اجتماعی رو میسازه. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است، از طرز معاشرت، همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خیش و همشهری و امور خصوصی زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح
و مراوده با سایر ملل، قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی. برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد، دستور می‌دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد. در دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با همدیگر یا فرزندان چگونه باشد. برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا تربیت انسان. قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد. من جناب دستمانچی، شما البته توی به اصطلاح پانویس مقاله نقل قولایی که آوردید، یکی از نامه امام خمینی کاشف القطاع، یعنی از اونجا نقل قول آوردید. این بخشی که الان من خوندم، این در اون نامه است یا اینکه توضیح شماست در رابطه با اون چی که در نامه خمینی اومده؟ و بعد به این سوال من اگر ممکنه پاسخ بدید، آیا دلایل دیگری وجود داره که شما فکر میکنید که آقای کروبی همچنان وفادار به اصول شرع و به اصطلاح سنت باقی مونده و اون چرا که به عنوان انتقاد به عمل کرده این حکومت یا دولت فعلی یا دولت قبلی بیان میکنه ربطی به اون باورهای شرعی و باورهایی که به سنت شیعه‌گری به خصوص مربوط میشه نداره؟ کدومشه؟ ببینید، اونی که شما خوندید نقل قول از همون کتاب آیت الله خمینیه. اینو اگر که بیارید وصلش بکنید، اینو من در این رابطه آوردم، شما وصلش بکنید به این اصل چهارم. اصل چهارم قانون اساسی میگه همه قوانین کشور میبایستی بر اساس احکام و موازین اسلامی باشه. بس شمرده سیاسی، فرهنگی، مالی، بلانش. خوندم الان براتون، درسته؟ دقیقا، یعنی اصلا قانون اساسی رو از روی همین نامه آقای خمینی بندشو نوشتن. باریکلا. بله، قانون اساسی ساختارش عین اندیشه ولایت فقیه خمینی تو اون کتابه. اون نقل قولو من آوردم که روشنتر بگم موقعی که قانون اساسی میگه همه چی بایستی در چارچوب احکام و موازین شهر باشه، خمینی میگه در مورد همه چیز ما قانونشو داریم. توی قرآن هست، تو سنت هست، سنت محمد هست، تو سنت امامان هست، بقیش هم ما تعیین میکنیم. از دا نحوه شیر دادن تا نمیدونم هر چیز دیگری، شیر دادن بچه دو هر چیز دیگری. یعنی شما هیچ نظمی رو در دنیا پیدا نمی کنید که دیگه به شیر دادن بچه و به توالت رفتن و به دستشویی رفتن و چی خوردن و چی نخوردن هم بند بکنه و بگه الا و بلا تو طبق این چیزا باید عمل بکنی. من اون نقل قول رو عمدن گذاشتم اونجا که بگم پیامده آن چیزی رو که در قانون اساسی نوشته شده، اصل چهارمش، البته در مقدمش، مقدمه قانون اساسی هم هست، در بسیاری از اصول دیگر هم هست، چون اونجا که مثلا اجتماعات آزاده، پسوندی ایرون داره که مگر مخل مبانی اسلام نباشد. خب مبانی اسلام مخلش بودن و که بازم فقها و مجتهدان باید تعیین کنن، تفسیر اونهاست نه قانون. همین کارهایی رو که میکنن توی ایران، امر به معروف و نهی از منکر، رو حالا که میخوان دکترا هم در دانشگاه کرسی دکترا هم واسهش درست کنن. آقا 1400 ساله شما امر به معروف و نهی از منکر کردی و توی جمهوری اسلامی هم 42 ساله و 10 سال هم هست مردم رو آتش به اختیار کردید که امر به معروف کنن و نهی از منکر کنن و وزارت ارشاد درست کرد. اینا هنوز پاسخ بعد از 1400 سال و 40 سال نداده. حالا میخواییم رشته دکترا هم بذارید که چی، برای چی بگه؟ مگر متخصصان امر به معروف و نهی از منکر، مگر دکتراشون، مگر همین فقها و مجتهدان نیستن که نشستن به مردم یاد میدن که
میبایستی چیکار کرد یا چیکار نکرد، چطوری مثلا با زن بد حجاب و بی حجاب و کم حجاب و اینطوری رو رفت اذیت کرد، زد، توهین کرد، همین کارا رو که کردید که حالا یه سری ایده هم دو مرتبه میخوایم برید مثلا یه مدرک هم بدید دستش که این دفعه اگر میاد توی خیابون دخالت در امور دیگران میکنه با مدرک دکترا بکنه که خب که چی بشه. اما ببینید آنچه که مربوط به آقای کروبی میشه، ما دو تا مسئله رو باید از هم جدا بکنیم. من با این که یک فردی آقای کروبی میخواد باشه یا هر کس دیگری به یه سری چیزای اعتقاد داشته باشه که از نظر من غلط باشه، خب باش، تا زمانی که در حوزه اعتقادات شخصیش هست باشه، مسئله من نیست. مگر من که در آلمان زندگی میکنم با دموکرات مسیحی ها، با سوسیال مسیحی ها، با نمیدونم حزب راست آلمان مگه هم نظر هستن؟ مگر در همین برلین یک سری خارجی های مال ترکیه یا جاهای دیگه پاکستان ایرانی مسلمان هم؟ مگه من مسئله با اونا دارم؟ اما این مسئله مسئله دیگری است تا مسئله ساختار حکومت. ساختار حکومت یعنی ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه. و صحبت‌های آقای کروبی در رابطه با ساختار حکومت میگه اساس و اصول این حکومت رو نگه داریم بریم نواقصش رو برطرف کنیم. یعنی حکومت دینی میخواد، یعنی همین اصل چهار رو میخواد. توجه میکنید؟ اشکال اینه، اشکال بر سر اندیشه های سیاسیه که این حکومت. اگر ما دموکراسی میخوایم، اگر ما آزادی میخوایم، اگر ما حقوق بشر و حقوق زنان و تساوی حقوقی همه در برابر قانون میخوایم، با این حکومت، با این حکومت دینی نمیشه. شما همین قانون اساسیشو نگاه کنید، میدونید انسانو حداقل از نظر حقوقی در برابر قانون به 7 مقوله متفاوت تقسیم میکنه. خب مگه میشه اینطوری دموکراسی برقرار کرد؟ مگه میشه تساوی حقوقی؟ به چه دلیلی رئیس جمهور کشور میبایستی مرد شیعه باشه؟ به چه دلیلی؟ میگن چون ما شیعه هستیم، ما اعمال عهد بیتیم. خب از این حرفا چیه میزنید؟ مگه ما در قرون وسطا زندگی میکنیم؟ شما اگر میخواهید دموکراسی، میخواهید تساوی حقوقی، میخواهید حقوق بشر، میخواهید اصل 12 و 13 قانون اساسی مربوط به رئیس جمهور رو باید تغییر بدید که رئیس جمهور هر کسی بتواند بشود، نه فقط مرد شیعه. چرا 50% جامعه زنان رو میذارید کنار؟ به چه دلیلی برای ریاست جمهوری؟ به چه دلیلی 10 تا 15 میلیون اهل سنت وجود داره در ایران، اینا رو میذارید کنار؟ به چه دلیلی تمام کسانی رو که سازمانهای سیاسی رو که میتونن نه این باشن نه اون، همه رو گشتید کنار؟ خب آخه ما که نمیتونیم طرفدار چیزی بشویم که در اساسش تبعیضه، در اساسش غیر دموکراتیکه، در اساسش یک نظم تامگراست. خب این که میشه همون داستانایی که یه بار تکرار شده. ببینید من یه مثال دیگه برای شما بزنم. آقای کروبی اگر اگر فردی دموکراته، اگر حقوق بشر طرفدارشه، اگر حقوق شهروندی طرفدارشه، اگر تساوی حقوقی انسانها در برابر قانون رو میخواد، باید این نظم و اساس این حکومت رو بذاره کنار. با اون نمیشه از یه طرف بگه بله من اینو میخوام، ولی اینو بخواد که این اونو نقض میکنه.
شورای خبرگان رهبری بالاترین و مهمترین نهاد پیشبینی شده در قانون اساسیه. چرا؟ به دلیل اینکه رهبر مذهبی نظام رو تعیین میکنه. درسته؟ رهبر اون تعیین میکنه. این بنابر قانون متشکل از 88 مجتهده طبق قانون. درسته؟ خیلی خوب. موقعی که ما میگیم شورای خبرگان رهبری میبایستی اعضاش مجتهدان باشند، فقها و مجتهدان، یعنی چی؟ یعنی چی؟ 50% جامعه که زنا اصلا نمیتونن انتخاب بشن اونجا، چون مجتهد نمیتونن بشن زنا، که اینا میگه اصلا زنا عقل نداره بعد بیاد بره حالا اونجا بشینه رهبر تعیین کنه. اهل سنت که اصولا شیعه را قبول نداره، مجتهد و فقیه نداره که بیاد بره اونجا بشینه. بردن یه نفری نمادین که این که نماینده 15 میلیون نیست، نماینده 15 میلیون میشه 30 نفر. خب 50% جامعه که زنها هستن هیچی، 10 تا 15 میلیون اهل سنت هیچی، تمام اقلیت های دینی مذهبی هیچی. شما مسلمان باشی، شیعه باشی، مرد باشی، طرفدار نظام باشی، تیمسار پاسدار رضایی و جعفری و قابلنم هر چی که میگی باش، ولی چون مجتهد و فقیه نیستی بازم از حق انتخاب شدن در این نهاد محرومی. خب حالا فرض کنیم توی جامعه که فرض کنیم 80 میلیون جمعیت داریم، 80,000 تا مجتهد داریم، فرض که نداریم، 8,000 تا هم نداریم، ولی فرض میذارم اینو یه تقسیم بکنید، این میشه 99.99% ملت ایران از حق انتخاب شدن در این مهمترین نهاد پیشبینی شده در قانون اساسی محروم هستن. خب شما حق حاکمیت ملت رو چطوری میخواییم برقرار بکنی؟ ولی میدونید حرفای متضاد میزنن، به این مسائل کاری ندارن. موقع که این مسائل بشه حرفای موضوعهای مهمتری هست، و یا یه سری حرفای عام که برگردیم به دوران طلایی امام. دوران طلایی امام همینه، به اضافه تمام جنایت ها روش. شما کجای این قانون اساسی رو میخواین اصلاح بکنید که اونم نگفتید؟ میگید فقط قانون اساسی رو اجرای بی تنازل بدون کم و کاست. اگر این قانون اساسی رو بدون کم و کاست اونطوری که واقعا هست اجرا بکنن، اصلا دیگه هیچ سنگی رو سنگ دیگه رو جامعه ایران نمیمونه. یعنی یه سری حرفای کاملا بیمورد که چون من در حصر بودم یا در زندان بودم پس اگر که بگویم درست است. نه خیر، زندانتون، حصرتون، همه اینها به کنار، شامت نشون دادید بسیار خوب. اونم در این مورد انتخابات میگه برای این نظام من باید انتخاب میشدم، چرا اون یکی شده؟ تقلب کردید. میدونید اینا رو از هم جدا بکنیم، وگرنه همینطوری تو این دایره شیطانی دور خودمون خواهیم گشت. آقای دستمالچی، شما میدونید که اوضاع کشور ما بسیار اوضاع نابسامانی است. مردم اکثرا ناراضی هستند، دست به اعتراض میزنن، اعتصاب میکنن، ولی تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیدن. حالا چون به مربوط به این بحث نیست، من نمیخوام به اینجور این مسئله وقت شما رو بگیرم. و در این حال نیروی سیاسی منسجمی که بتونه به عنوان آلترناتیو پا به عرصه میدان مبارزه بگذاره و تلاش بکنه با کمک مردم شرایط رو تغییرات بنیادی درش به وجود بیارن، هنوز شکل نگرفته. مردم خستن و ناامیدن. بسیاری میگوین که اگر یک مقدار تعدیل
به یک مقدار تغییر در جامعه به وجود بیاد، باز ما یه فرصت نفس کشیدن پیدا میکنیم و میتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. به قول شما الان اینا الان گشت به اصطلاح نهی از منکر و اینا رو راه انداختن و با مدرک دکترا میخوان بفرستن تو خیابونا جلوی مردم رو بگیرن. اگر کسی هم اعتراض کنه میگه من دکترا دارم، نمیتونی تو راجع به این چیز صحبت کنی، اون که من بهت میگم باید انجام بدی. ببینید در یک چنین وضعیتی قرار گرفتیم الان و در نتیجه کسی مثل آقای کروبی وقتی میاد جلو و ادعا میکنه که باید تغییراتی در اینجا انجام بگیره در ساختار حکومتی و حتی میگن که حکومت اسلامی دموکراتیک باید درست بشه و این از این وضعیت بیرون بیای، در هر حال این مردم خسته ممکنه که فکر کنن یک روزنه امیدیه، یک دریچه است برای تنفس، بگذاریم بدیم به دست آقای کروبی شاید درست بشه. شما پاسختون به یک چنین قضاوت ها و به یک چنین انتظاراتی از سوی مردم، نه تنها مردم، حتی بسیاری از روشنفکران ما، که بعضی از روشنفکرانی که حالا من جزی کسایی بودن که من ازشون دعوت کردم و پاسخ ندادن، در تابستان 88 میگفتن که آقای کروبی میتونه یک حکومت سکولار دموکراتیک در ایران روی کار بیاره. پاسختون به این نوع قضاوت ها در رابطه با نحوه تفکر و اندیشه آقای کروبی یا کروبی ها چیه؟ به نظر من نگاه استراتژی که بسیار غلطه. آقای کروبی خب بفرمایید، مگر که این که ایشون بخواد کاری بکنه یا کاری نکنه مگه در دست ماست؟ در دست ماها که نیست که، در دست شماست، در دست من که نیستش که. اگر میتواند کاری بکند خب بفرما بکنه دیگه، ولی حالا کاری که نکرده، موقعی هم که زیادی حرف زد گرفتن انداختنش تو حصر. توجه میکنید؟ اگر میتواند یه روزنه‌ای بشود خب بشود. این که ایشون هرگز نگفته در ساختار حکومت میاسی تغییرات بدیم، گفته اجرای بیتنازل قانون اساسی، و الان هم میگه با حفظ اصول و اساس حکومت. اصول و اساس حکومت چی هست؟ میخواییم براتون از تو همین قانون اساسی بخونم که مسئله حاکمیت اسلام، ولایت فقیه، حکومت دینی، قوانین شرع، نمیدونم همه اینا رو میشموره، میگه به اینا اصلا نمیشه دست، اصول نظام دست هم نمیتونیم بزنیم. آقای دستپاچه یک دقیقه وقت داریم متاسفانه. نه، به نظر من توهمه. همچنان که در انتخابات گذشته شما دیدید یه سری جلو افتادن با توهماتی که ما برویم و بعد اونجا تغییراتی بدهیم، اصلا نذاشتن وارد انتخابات بشن. خب اینا توهمه، شما اصلا امکان بد نمیدن برای این که به یه دلیل بسیار ساده. اولا اگر قرار باشه بشود اصلاحاتی کرد و موند، خب خودشون میکنن، چرا بدن شما بکنید و اون وقت شما قدرت رو بگیرید؟ خب خودش میکنه میمونه دیگه، چرا باید ارزشش رو اینا رو بده به دست شما؟ مگه خل شده؟ یعنی یه حساب دو تا چهارتاس اصلا. میدونید این نظام به گونه ایست که هر گونه تغییری شما بخوای در ساختار موجود بدی که اندکی بگشاید، اندکی، عین جریان بابا گورباچوف که نیومد این حکومت رو بپاشونه، اومد یه ذره اصلاحات بکنه، برای اینکه اصلا فساد همه جا رو گرفته بود، همه چی از بین رفت. اینا هم میدونن هر نوع تغییری در این زمینه نظام رو میپاشونه، به همین دلیل نمیکنن، اجازه هم نمیدن کسی بکنه. اگر میشد کرد خودشون میکردن سر ما رو گنده، چرا بیان شما رو مثلا بذارن جلو؟ بله آقای دستمالچی، متاسفانه پایان وقت رسیدیم و من سوالام موند، اجازه بدید در یک گفتگوی دیگه در این باره باهاتون صحبت کنیم. ممنون از اینکه در این برنامه قربان شما، ممنون. به اتفاق آقای پرویز دستمالچی، تا برنامه دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شاد و پیروز و سلامت باشید.